بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان نهایت گرامی و ارجمند، به ادامه درسای کتاب انگلیسی خود میرسیم به درس چهارم از چپتر دوی کتاب تحت عنوان جینز. جینز همون پتلون لی معروفه که در تمام جهان پوشیده میشه و امروز تاریخچه جینز مایی برای ما و شما بزنجی در یک مقاله کوچک توضیح بده. ببینیم که جین به کجا در دفعه اول رایز شد و بعداً به تمام نقاط جهان به حیث یک تکه لباس رایز شد و جا افتاد. خب طبق معمول نموس صفحه اول دست چپ لغات فهرست کرده که من یکی به یکی خدمت شما میخونم و توضیح میدم برای بار اول و تلفظ میکنم. از سنچوری شروع میشه. سنچوری یعنی قرن یا صده، معادل از 100 سال. سنت یادتون باشه که پیشوند سنت یعنی C-E-N-T و هر جا که دیدیم یک پیشونده که معادل صده، صد معنی میده به زبان لاتین. به احتمالا هر کلمه هم کمی پیشوند سنت داشته باشه فکر میکنم ریشه لاتین داره. بعدا به بیشتر زبانهای خصوصا اروپایی وارد شده. به هر حال سنچوری یعنی قرن. سنچوری. کریستوفر اسم همون شخصی بود که قاره آمریکا کشف کرد. کولومبوس نمی اسم کامل از این یعنی اسم اول و آخری و نمی کریستوفر کولومبوس بود. ما به فارسی زبان فارسی خوب رو کریستوف کولومب میگه. کریستوف کولومب. هری به معنی عجله کردن. اندیپندنس به معنی استقلال یا عدم وابستگی یا آزادی. کایند معنی های مختلفه داره. یکی از معنی های میشه مهربان، معنی دیگه میشه نو که بزن متن فکر کنم همون نو منظوره. نه ماینر به معنای معدنچی یا معدنکار، کسی که در معدن کار میکنه، کارگر معدن. خب ماین معدن معنی میده و ماینر یعنی معدنچی یا معدنکار. پاپولر هم معنی های مختلف داره. یکی از معنی های معروف یا مشهوره و رایج معنی میده همچنین. سیل هم معنی های زیادی داره. باز این متن معنی و بادبان کشتی. خب ساین یکی از معنی های علامته، یعنی نشانه، علامت، نشانه، تابلو، معنی دیگه میشه امضا. فعلا هست امضا کردن هم معنی میده. States با معنی ایالت ها. مثلا وقتی خواسته باشیم بگیم ایالات متحده چی میگیم؟ میگیم United States. خب بعدی where معنی پوشیدن و youth به معنای جوانی یا جوانان، هر دو معنی داره. خصوصا اگر youth قبل از او ده بیایه the youth بگیم انمون ده youth جمع میکنه. ما در انگلیسی نمونه های از این فراوان دارن دیگه، نمونه هایی که حرف و تعریف معین یعنی ده
کلمه جمع میکنه. مثلا اگر بگیم the poor به معنای فقرا یا فقیران، اگر بگیم the rich یعنی ثروتمندان. خب اینجا اگر مثلا بگیم the youth یعنی جوانان. خب یک بار بگیم بگیم میخونم توجه داشته باشه. century قرن یا صده. Christopher Columbus معنی کریستوف کلم. Hurry عجله کردن، شتاب کردن. Independence معنی استقلال، آزادی، عدم وابستگی. Kind معنی نوع یا مهربان. Miner به معنی معدنچی یا معدنکار، کارگر معدن. Popular برای مشهور یا معروف یا رایج. Sail برای بادبان یا کشتی رانی کردن فعلمش. Sign یعنی نشانه یا علامت. States ایالات مثل United States ایالات متحده. Wear برای پوشیدن. و youth برای جوانی یا جوان. خب میرسیم به متن درس. خب متن اصلی درس، متن تحت عنوان جینز هست. جینز گفتن که به معنای پتلون لی. خب متن دفعه اول ما فقط برای شما میخونم توجه داشته باشید بدون ترجمه. Jeans are the most popular kind of clothing in the world. Rich people and poor people wear them. Young people and even some old people wear them too. Why are they popular? Who made the first jeans? In 1849, two men discovered gold in California. Men from the rest of the United States and other countries hurried there to look for gold too. These miners needed good, strong clothes. A young man from Germany named Levi Strauss arrived in California in 1850. He went there to sell things. He went there to sell things to the miners. He saw that the miners needed strong pants, so he began to make them. He used cloth that people make tents from. He put rivets on the pockets to make them strong because the men put rocks in their pockets. These pants were very strong and lasted a long time. Later, Mr. Strauss started making jeans from denim. Denim was popular in the 15th century. Christopher Columbus used denim for the sails of his ships. Why are jeans popular? In the United States, they are the only kind of traditional clothes. In other countries, young people wear them because they want to look modern. Jeans are a sign of youth and independence. Everybody wears jeans because everybody wants to be modern, young, and independent. خب یه بار هر این جمله میخونم و دوبار ترجمه میکنم خدمت شما. Jeans پتلون لی. Jeans are the most popular kind of clothing in the world. پتلون لی مشهورترین یا رایج‌ترین نوع لباس در جهان است. Jeans are the most popular kind of clothing in the world. پتلون لی مشهورترین یا رایج‌ترین نوع لباس در جهان است. Clothing معنی لباس. Rich people and poor people wear them. انسان‌های فقیر و انسان‌های ثروتمند می پوشند آن را. Then راجع میشه به اون پتلون لی. Rich people and poor people wear them.
یعنی هم فقیران و هم ثروتمندان آن را می پوشند. Young people and even some old people wear them too. جوانان یا افراد جوان و حتی برخی افراد مسن یا سالمند نیز می پوشند آن را. Young people, جوانان and even some old people و حتی برخی سالمندان یا افراد مسن wear them too می پوشند آن را همچنین. توی آخر همچنین معنی میده یا نیز معنی میده. Why are they popular? چرا جین اینقدر معروفه یا مشهوره یا رایجه؟ Why are they popular? چرا جین اینقدر مشهوره یا معروفه؟ Who made the first jeans? کی اولین پتلون لی را ساخت؟ Who made the first jeans? کی اولین پتلون لی را ساخت؟ In 1849 در سال 1849 two men discovered gold in California. دو مرد طلا کشف کردند در ایالت کالیفرنیا. In 1849 two men discovered gold in California. در 1849 دو مرد کشف کردند طلا در کالیفرنیا. Men from the rest of the United States and other countries. مردان از سایر ایالات متحده یا سایر مناطق ایالات متحده و سایر کشورها hurried there to look for gold too. با شتاب رفتن به آنجا یا با عجله رفتن به آنجا تا به دنبال طلا بگردند. دوباره ترجمه میکنم. Men from the rest of the United States یعنی مردان از بقیه نقاط ایالات متحده and other countries و بقیه کشورها hurried there با شتاب و عجله رفتن به آنجا to look for gold too در جستجوی طلا یا تا این که دنبال طلا بگردن. Look for یعنی چی؟ Look for یعنی گشتن دنبال چیزی یا جستجو کردن. A young man from Germany named یک مرد جوان از جرمنی به نام A young man from Germany named یک مرد جوان از جرمنی به نام Levi Strauss arrived in California in 1850. Levi Strauss رسید به کالیفرنیا در 1850. A young man from Germany named Levi Strauss arrived in California in 1850. یک مرد جوان از جرمنی به نام Levi Strauss به کالیفرنیا رسید در 1850. He went there to serve thanks to the miners. او به آنجا رفت تا برای معدنکارا یا معدنچیا جنس بفروشد. He went there او آنجا رفت to sell things تا جنس بفروشد to the miners به معدنکارا یا معدنچیان. He saw that the miners needed strong pants. او دید که معدنکارا یا معدنچیا پتلون‌های قوی لازم دارند. He saw that the miners او دید که معدنکارا یا معدنچیا needed strong pants. به پتلون‌های منظوری چی از قوی؟ منظوری زخیم یا بادوام لازم دارند. قرص. So he began to make them. بنابراین او به ساخت آنها شروع کرد. So بنابراین he began او شروع کرد to make them. که آنها را بسازد. He used cloth that people make tents from. او استفاده کرد از پارچه ای که مردم از آن خیمه می سازند. He used او استفاده کرد از cloth پارچه‌ای that که
people make tents from? مردم از آن خیمه می سازند. He put rivets on the pockets. او همچنین میخ پرچ گذاشت در کنار جیب های پتلون to make them strong. تا اینکه اونها بادوام و زخیم و قوی بسازه. Because the men put rocks in their pockets. به خاطری که مردم می گذاشتن سنگ ها را در داخل کیسه هایشان. He put rivets on the pockets. او در کنار جیب ها، جیب های پتلون، میخ های پرچ می روخت یا می گذاشت. To make them strong. تا اینکه آنها را قوی بسازه. و بادوام بسازد و زخیم بسازد و محکم بسازد. Because the men put rocks in their pockets. چون مردم سنگ می گذاشتن در جیب هایشان. These pants were very strong. این پتلون ها خیلی محکم بود. And lasted a long time. و مدت زیادی دوام می کرد. And lasted. Lasted یعنی دوام کردن. A long time, مدت طولانی یا زیاده. Later, Mr. Strauss started making jeans from denim. بعدها آقای استراس شروع به ساختن پتلون لی کرد از denim. Denim, دقیقا همون تکیر میگن که از او پتلون لی ساخته میشه. Denim که است اسم جنسه دوستان. اسم جنسه یعنی پارچه لی، تکیه لی. تکیه لی از چی ساخته میشه؟ از کتان ساخته میشه دیگه، از کتان که بسیار زبر و درشت و زخیم هست. خلاصه خود پتلون لی از دنم ساخته میشه و دنم اسم جنسه، یعنی تکیه لی، پارچه لی. دنم was popular in the 15th century. دنم یا پارچه لی بسیار رایج بود، معروف بود در قرن 15 Christopher Columbus used denim for the sails of his ships. Christopher Columbus استفاده میکرد از denim یا پارچه لی به حیث for the sails of his ships، برای حیث بادبان در کشتی هایش. Why are jeans popular? چرا پتلون لی رایجه یا معروفه؟ In the United States، در ایالات متحده، they are the only kind of traditional clothes. پتلون لی تنها نوع لباس سنتی هست. Traditional clothes یعنی لباس سنتی. In the United States, در ایالات متحده, they are the only kind of traditional clothes. پتلون لی تنها نوع لباس سنتی هست. In other countries, در سایر کشورها, young people wear them. جوانان می پوشند آن را. Because they want to look modern. چون می خواهند مدرن به نظر برسند. یا مدرن معلوم شوند. People باشیم. Jeans are a sign of youth and independence. پتلون لی نشانه یا علامت چیه؟ جوانی و استقلال و آزادی است. Jeans are a sign of youth and independence. پتلون لی علامت یا نشانه جوانی و آزادی است. Everybody wears jeans. هر کس یا همه پتلون لی می پوشه. Because everybody wants to be modern, young, and independent. به خاطر که همه میخواهند مدرن، جوان و آزاد و مستقل معلوم شوند یا به نظر برسند. Everybody wears jeans. یعنی همه جین میپوشند. Because everybody wants to be. به خاطر که آنها یا همه میخواهند باشند مدرن young یعنی جوان and independent و مستقل یا آزاد. خب این بود درس
چهارم از چپتر دوم کتاب شما. خب تشکر از صبر و تحمل شما دوستای عزیز. انشاءالله باز توفیق پیدا کنم که با شما هم کلام و هم سخنشون به صورت حضوری و بتونم شما رو زیارت کنم یک بار دیگه در پانزه هوت انشاءالله. به هر حال تشکر از وقت شما، از همراهی شما. خدا من یار و نگهدار همه شما باشه. امید دیدار.